خب سلام به همگی مهران هستم از سیلسیوم داتا یار جلسه 29 دوره آموزش جنگ رو ادامه میدیم توی این جلسه میخوایم وارد بحث اتنتیکیشن بشیم در جنگ و کار با یوزرها رو شروع میکنیم جلسه بعد حالا لاگین پیج رو میسازیم و خیلی کارهای پیچیده تر میخوایم یه دونه ادمین پنل شخصی برای نویسندگان بسازیم یک تمپلیت شخصی یک صفحه ورود شخصی و حالا بخش های مختلفی که حالا وقتی که ساختیم میبینید جنگو یه دونه اپلیکیشن حالا یه دونه که نه چند اپلیکیشن داره در بخش اینستالز اپ توی بخش اینستالز اپ شما حالا اون اپلیکیشن ها رو وقتی که جنگ رو نصب میکنید میبینید اولین اپلیکیشن ادمین هست تا اینجا استفاده کردیم ازش خیلی هم جالب و خوب و مفیده زیر ادمین یه دونه اپلیکیشن هست تحت عنوان آث یا همون اتنتیکیشن این اپلیکیشن دقیقا مثل مثلا اپ بلاگی که ما داریم یه دون اپ کامل فایل مدلز داره ویوز داره یو داره که جلسات بعد با همه اینا کار میکنیم یواش یواش میخوایم با اون کلاس یوزر بیلدین توی جنگ و آشنا بشیم میتونیم همون یوزر رو که توی مدلز های اپلیکیشن اتنتیکیشن هست برای این پروژه استفاده کنیم و بگیم نویسنده مقالات همون یوزر هایی باشن که اونجا ایجاد شدن خب من برم این بخش ها رو توی پنل مدیریت بهتون نشون بدم میخوام فایرفاکس رو باز کنم این پروژه ما بود خب اینجا میبینید که نوشته مثلا نوشته شده توسط مهران میخوام اینجا اون آتر رو قرار بده به صورت داینامیک باشه قرار دادن این آتر در این بخش میرم بخش ادمین یه بخشی هست که باید بهتون نشون بدم توی بخش کاربرها میرم میبینی که اینجا نام کاربری نوشته آدرس ایمیل نام خانوادگی نام و وضعیت کارمندی این وضعیت کارمندی خیلی مهمه وضعیت کارمندی میگه که آیا این فرد حق لاگین کردن در این ادمین پنل رو داره یا نه اگر تیکش نخورده باشه توی ادمین پنل پیشفرز جنگو نمیتونه لاگین کنه من میرم توی گوگل حالا میخوام بنویسم جنگو یوزر مدل یک اپلیکیشنی که گفتم همون توی مسیر django.contrib اپلیکیشنی هست تحت عنوان آس میخوام از این اپلیکیشن برای آتنتیکیشن استفاده کنم اینجا میبینید پسش رو نوشته یه مدلی داره تحت عنوان یوزر یه کلاسی هست که با یو بزرگ نوشته میشه و یک سری هم فیلد هایی رو داره شما اینجا فیلد ها رو میبینید مثلا فیلد یوزر نیم رو داره که همون یوزر نیم اون کاربر هست بعد فیلد فرست آندرلاین name رو داره که اسم کوچیکشه last آندرلاین نیم ایمیل پسورد همه این فیلد ها اون فیلد هایی هستن که توی این یوزر هست و بخش های مختلفی مثل ایز استاف ایز استاف همون وضعیت کارمندی رو نشون میده میگه که آیا این کاربر حق لاگین کردن در پنل مدیریت جنگو رو داره یا نه ما یک سری فقط سوپر یوزر میخوایم که بتونه این قابلیت لاگین کردن رو داشته باشه بعد ایز اکتیو هم خیلی جالبه میگه که به جای اینکه یک یوزری رو شما پاک کنید یعنی دیگه تصمیم گرفته که از یک یوزری استفاده نکنید میگه حالا به جای اینکه پاک کنید به مشکل بر بخورید در آینده تیک ایز اکتیوش رو بردارید دیگه اون یوزر اکتیو نیست بعد حالا ایز سوپر یوزر هم که میدونید لاس لاگین و حالا دیت جوین بعدا باهاش کار میکنیم یک سری اتریبیوت هستن خیلی مهمه مثل این is underline authenticated این میگه که حالا اون کاربری که الان توی سایت ما هست این کاربر آیا لاگین کرده یا نه خیلی مهمه این کار چون ببینید ما میخوایم کاربری که لاگین کرده یک سری چیزا بهش نشون بدیم کاربری که مثلا عضو ویژه باشه یک سری چیزای دیگه بهش نشون بدیم ولی کاربرای عادی کاربرای انانیموس اصطلاحاً قرار نیست اون قابلیت ها رو داشته باشن یک سری متد هم هست مثل get username get underline full underline name که میاد اون first name و last name رو به هم میچسبونه و بهمون تحویل میده و حالا یک سری متد دیگه که تقریبا با همه اینا کار میکنیم حتی با اونایی که توی جنگو سه جدیدن با همشون کار خواهیم کرد به نظر من همینجا حالا کافی اینا هستن برگردیم همین ابتدا و خب از این ما توی پروژه استفاده خواهیم کرد برم بخش مهران این بخش رو کامل کنم اسم مهران فامیلی تعریف آدرس ایمیل هم اینجا قرار میدم بعد میبینید وضعیتش فعال از استفش همون وضعیت کارمندیش فعاله و سوپر یوزر هست اینجا هم گروه ها رو میبینید که در آینده گروه هامون رو میسازیم گروه هایی که دسترسی هایی مختلف دارن و همچنین اجازه های مختلف خب همینو خب خوب ذخیره میکنم میبینید که این بخش هم به خوبی اینجا اضافه شدن برمیگردم به سابلایم میرم فایل مدلزم می هم میخوام از یوزر جنگو استفاده کنم به خاطر همین from django.country.as.models import کنم واسه هم یوزر رو بعد از همین یوزر میخوام به عنوان فارنکی آتر مقالاتم در کلاس آرتیکل استفاده کنم پس اینجا می نویسم آتر مساوی باشه با مادلز دات فارنکی یوزر رو بهش پاس میدم میخوام نالش ترو باشه به خاطر همین وقتی که میخوام از آن استفاده کنم مادلزش رو میخوام ست بذارم کاری که توی کتگوری هم انجام داده بودیم related نیمش رو میذارم articles دقیقا مثل کتگوری ها و یه دارم verbos نیم میدم که باشه نویسنده نمایشش توی پنل بهتر باشه بعد همین ها درستن برم فایل admin.py میخوام تو صفحه اول که لیست ها رو نمایش میداد اینجا list display همینجا آتر رو اضافه میکنم آتر خب که بیاد باسم نمایشش بدون کار برم یه بار میخوام make migration انجام بدم خب بعد تغییراتم رو migrate میکنم بعد حالا دوباره سرور رو ران میکنم برگردیم به Firefox سفر رو حالا میرم بخش مقالاتم همینجا میبینید بخش نویسنده هیچ نویسنده آرتیکل ها ندارن میتونم خودم بیام این قسمت یک نویسنده رو براشون انتخاب کنم مثل مهران خب همونطور که میبینید سیف شد الان یوزر مهران اینجا قرار گرفته میخوام یک کلکی بزنم ما اینجا قابلیت انتشار مقالات انتخاب شده رو داشتیم یه دونه واسه نوشته بودیم یه بخش بود. میخوام یک کلکی بزنم بگم که حالا یه بار بیا وقتی این کد رو اجرا میکنی همه نویسنده ها رو بکن مهران یعنی اینجا می آتر مساوی باشه با یک پرایمری یوزر مهران یک هست میام همه رو انتخاب می‌کنم روی انتشار مقالات میزنم. همه نویسنده شدن مهران یک کلکی بود که الان خواستیم به خاطر اینکه دونه دونه بهشون نویسنده ندیم انجام بدیم حالا من این کد رو برگردم اینم استاتوس بود خب اینم درسته بریم ویو رو بسازیم ویو دقیقا مثل همین کتگوری لیست هست ازش یه دونه کپی میگیرم خیلی شبیه به اینجا میگم حالا آتر لیست باشه فایلش هم باشه آتر آتر, آتر اندرلاین لیست این فایل رو باید بسازم این template HTMLش هست میرم بخش تمپلیتس بلاک دقیقا همین فایل رو میسازم اطلاعاتش رو از کتگوری لیست کپی میکنم یکم هم تغییرات نیاز داره حالا فعلا اینجا قرار بدیم تغییراتش رو بعدا بهتون میگم یادمون باشه تغییرش بدیم اینجا این متغیر کتگوری این این بعد اینجا و این کانتکس اینا رو میکنم آتر چون میخوام آتر رو بفرستم اینجا که اومد از کلاس کتگوری استفاده کرده به دردم نمیخوره باید یوزر رو اضافه کنم پس میگم from مدلز import کن یوزر رو الان میتونم از اون یوزر در بخش کتاب آبجکت 404 استفاده کنم اینجا رو هم پاک میکنم چون نیاز ندارم و اینجا میبینید نوشته اسلاگ من نمیخوام با اسلاگ بگیرم میخوام با یوزر نیم بگیرم توی یو آر هم قراره بگم که یوزر نیم رو واسه این مدل برام بفرست خب این از این اینا درسته پابلش هم درسته همه درسته برم فایل یو زمم بنویسم اینا رو پاک کنیم حالا ببندیم برم فایل URLs دقیقا از همین ال کتگوری میخوام کپی بگیرم پس اینجا کپیش کردم پیس میکنم به جای عبارت کتگوری توی URL میگم بنویس آتر بعد به جای این اسلاگی هم که اینجا فرستاده بفرست یوزر نیم و به جای این ویو هم ویوی آتر لیست رو ساخته بودیم پس میگم آتر لیست این ویو رو باید به این پیج ایمپورت کنم پس اینجا هم ایمپورتش کردم اسم یو رو هم باید تغییر بدم بذارم آتر پس میگم آتر خب این هم از این یو رو هم به درستی ساختیم خیلی هم عالیه شیک و پیکه بعد بریم همین فایل تمپلیتش هم تغییراتش رو بدیم اینجا که نوشیم دسته بندی اینو بکنیم نویسنده اینجا هم alter.get underline full underline name همون اسم کاربر رو میخوایم بفرستیم این متد یه خوبی هم داره اگر کاربر مثلا first name داشت last name نداشت خب همون first name رو میفرسته اگر first name نداشت last name داشت last name رو میفرسته هر دوتا رو داشت هر دوتا رو میفرسته یعنی کلا یه متد خیلی به درد بخوره کارمون رو ساده تر کرده خب بریم اینجا URLش رو هم بسازیم اینجا بخش بلاگ میگم آتر بنویس برام alter. دات یوزر هم میخوام برای پیجینشنش پاس بدم و همین اوکیه اینم هم به خوبی برامون کار میکنه بریم لیست دات هم یه تغییر بدیم اونجایی که نویسنده هر مقاله هست بگیم برو از آرتیکلی که داشتی آتر و گت آندرلاین فول آندرلاین نیم رو نمایش بده توی یو هم URL رو بنویس بگو بلاک alter و بهش article.author رو پاس بده که URL صفحه مقالات یه نویسنده هم نمایش داده بشه خب میام بینم اینجا نوشته مهران تعریف بینید همه مهران تعریف چون یه دونه یوزر داشتم و وقتی روش کلیک میکنم میره صفحه مقالات مهران تعریف اینا رو به خوب برام نمایش میده میخوام بخش یوزر یه یوزر جدیدم بسازم ببینم کار میکنه با یوزر دیگه هم یا نه یه یوزر میسازم به نام علی یه پسوردم بهش میدم تایید میکنم پسوردمو و خب اینم اینجا سیوش کنیم اسمشو میگم علی باشه مرادی باشه اسم خاصی نیست یه ایمیل فیک هم بهش میدم کاربر فعال باشه ولی ایز استفش رو برمیدارم تیک از استف رو نمیزنم ابر کاربر یا همون سوپر یوزر هم نباشه وقتی که کار استف نباشه نمیتونه این بخش لاگین کنه ولی میتونه در بخش اون پنلی که ما خودمون میسازیم لاگین انجام بده خب اینا رو هم دست نمیزنم ذخیره میکنم میبینم که این علی مرادی ساخته شد استف هم نیست میرم بخش مقالات و حالا این مقاله و این مقاله میخوام نویسندهشون رو بکنم علی دو تا مقاله رو انتخاب کردم باشن علی خب میبندیم این هم باشه علی این هم بستیم خب بریم سایت اصلی و میبینم که این مقال علیه این مقال آخری هم علیه هر دوتا نویسندهشون عوض شدن و خب درست کار میکنه همین خیلی خوب کار میکنه و اون بخش هم ساخته شدن میتونیم یه بخشی هم بسازیم برای این فیلتر فیلتر کنه بر اساس نویسنده یعنی این بلاکی که قبلا هم داشتیم بیاد فیلتر کنه بر اساس نویسنده میرم فایل پای و یه دونه لیست فیلتر داشتیم آره لیست فیلتر اینجاست همینجا آتر رو اضافه میکنم سیو میکنم میرم فایرفاکس رفرش میکنم و اینجا میگه که میتونی مقالات مهران رو ببینی یازده تا مقاله است مقالات علی رو ببینی که دوتا تا مقاله است این هم یک سبک نمایش خیلی خوب هست برای پنل خودمون بعد بریم تست کنیم روی علی مرادی میزنم دوتا تا مقاله داره اینم خود مقالهشه که باز میشه از اینجا یه تستی هم بکنم ببینم اون پیجنیشن کار میکنه برای مهران یا نه پس اینجا ببینید پیجینیشن صفحه دو چون یازده تا مقاله داشتم پنج تا پنج تا جدا کرده سه صفحه میشه صفحه آخر یه مقاله این پیجینیشن هم به درستی کار میکنه و خب اینم درسته این بخش هم برامون به خوبی کار میکنه بریم صفحه اصلی خب این بخش هم به خوبی برامون کار میکنه و ما تونستیم اون بخش آترها رو به وسیله کلاس بیلدین یوزر توی جنگو توی اپلیکیشن آتنتیکیشن بسازیم و انجام بدیم جلسات بعد یکم موضوعات پیشرفت رو با هم کار میکنیم و دیگه میریم تو بحث لاگین و آتنتیکیشن و پنل خودمون و عملیات کراد و این چیزا کارهای باحالی میخوایم انجام بدیم و امیدوارم که این دوره رو خیلی خوب بتونیم به پایان برسونیم مرسی که تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه اگر اینطوری بوده حتما ویدیو رو لایک کنید و اگر از این دست ویدیو خوشتون میاد حتما من رو در یوتیوب سابسکرایب کنید و برای زنگوله هم بزنید تا نوتیفیکیشن های ویدیوهای جدیدمون براتون بیاد اگر میخواید این دست از آموزش ادامه پیدا کنن حتما از من حمایت کنید و دونیت کنید تا آموزش های بعد فعلا.